که خیلی تشکر کردن برای برنامه خوبتون و گفتن که 5 ماه هست حامله هستم، خیلی زمان سختی هست برام و تعهد به شاد بودن برام خیلی سخت شده. یه وقتایی خسته میشم، یه وقتایی حالت دیپرس و افسردگی دارم و نمیتونم شادیم رو دوباره برگردونم سر جاش. چه راههایی رو میتونم تو این زمان حاملگیم امتحان بکنم که بتونم شاد باشم؟ اولا که خیلی بهتون تبریک میگم. چقدر دوران هم زیبایی هم مشکلی، به خاطر اینکه از یه طرف آینده ای رو دارید به دنیا میارید و شور و هیجان و ذوق و عشق و همه اینا هستش، و بعدم در جای دیگه احساس میکنید که لب یک پرتگاهی ایستادید و قراره که بیفتین توی دره‌ای که قراره ته اون دره زندگی بکنی، یعنی یک ناشناخته جلوی روتون هستش که هیچ آگاهی از اینکه چه اتفاقی قراره بیفته ندارید. بنابراین هر دوتای این حالتها واقعی هستن و وجود دارن. اون چه که برای شاد بودن میتونم بهتون بگم این هستش که شما میتونید با زیبا کردن اتاق کودکتون، نوزادتون، با دکور کردن منزلتون، با درست کردن یک دفتر خاطرات از زمان حاملگیتون و عکس‌های مختلف از خودتون، از زندگیتون، از کودکیتون، از آلتراساوندی که وقتی که میرید دکتر براتون هستش و از افکارتون در زمان حاملگیتون، از آرزوهایی که برای بچه‌تون دارین و آینده‌ای که براش می‌خواید، از ترس‌هاتون، از ذوقتون، از شوقتون، عکس‌هایی که از خانواده‌تون دارین، چیزایی که میرید میخرید و بنویسید که چیا خریدید، با چه فکری، با چه ذوقی، با همه اینها رو برای خودتون تاریخچه‌شو و اینی که یک روز میشینید و برای کودکتون تعریف میکنید که اینجوری بوده، اونطوری بوده، همه اونا رو نشونش میدین، باهاش صمیم میشین، در موردش باهاش صحبت میکنید و در آن واحد که در زمان حال دارید زندگی میکنید، زمان حال رو ضبط کنید، ثبت بکنید، نگهش دارید، داشته باشیدش، جشن بگیریدش، هر لحظش رو 5 ماهگی رو جشن بگیرید، 6 ماهگی رو جشن بگیرید، کیک بذارید، هر ماهش رو عکس بگیرید و برید به جلو و بذارید هر لحظه لحظه‌ای باشه برای جشن گرفتن، خاطره جمع کردن، در جعبه خاطرات گذاشتن، یک آلبوم درست کردن از لحظات حاملگیتون، چون این لحظه ها بر نمیگردن، عکس گرفتن از اون بدن زیباتون که در حال تغییر هستش و تغییراتی که داره اتفاق میفته رو نوشتن، ثبت کردن، ترس هاتون و آرزوهاتون، همه اینها رو بنویسید. آینده ای رو که میخواید، حتی یک کاغذ مقوایی و یا یک تخته ای رو بردارید و تمام عکس هایی رو که از آینده ای رو که تصور میکنید، جاهایی رو که میخواید با بچه‌تون برید، بازیایی رو که میخواید باهاش بکنید، چیزایی رو که میخواید بهش نشون بدید، عکس بگیرید و روی این تخته چوب پنبه خیلی ها میرن میخرن بزنید و واقعا لذت این زمان رو ببرید. البته که بدن شما دچار ترس و وهم و نگرانی و درد و باد و همه اینها خواهد شد، اینها هم همه نشانه هایی از زندگی در حال رشد در این بدن هستش و این معجزه خلقت و معجزه‌ای که به ما زنها داده شده برای به وجود آوردن نوزاد و زایش اون کودک و پرورش دادنش، و همه اینها قسمت هایی است برای شما. در ضمن بهتون توصیه میکنم کتابایی رو که هستش راجع به حاملگی، چه جوری تغذیه درست بکنید، ورزش های درست، اینکه زایمان طبیعی حتی چه شکلی میتونه باشه، همه اینها رو بهتون توصیه میکنم که راه های مختلفش رو بریم و هیجان این دوران رو تجربه بکنید، در این حال که خب ترسش هست، نگرانیش هست، همه اینها به طور واقعی وجود داره و اونها رو هم انکار نکنید، در موردش صحبت بکنید. حتی گروه هایی هستن برای مادرای حامله، چقدر خوب میشه که زنای حامله دیگر رو بشناسید، ما هم پیاده روی برید با هم صحبت بکنید در مورد حالاتی که دارین. حتی من میدونم روی اینترنت گروه هایی هست برای زنای حامله که با هم دیگه حالتاشون و عکساشون و نمیدونم
اینا رو با هم در میون میذارن، چقدر خوبه که عضوی بشین از اونها و واقعا این لحظات طلایی زندگیتون رو ثبتشون بکنین، لذت ببرین ازشون. میدونم که خسته میشین، حق دارین به مقدار زیادی استراحت به خودتون بدین. من یادم یه دوستم حامله بود، نوزادش پسر بود، مثل فشفشه این میدوید، یعنی دیوار راست و بالا میرفت و خونه تعزیز میکرد، نمیدونم اصلا یه کارم که اتاق رنگ میکرد، گاراژ تمیز میکرد، اصلا یک وضعیتی. بعد اون یکی دوستمون حامله بود، دختر بود، 12 ساعت روز میخوابید، اصلا نمیتونست خودش رو جمع بکنه، همش خسته بود، همش میخورد، ویار داشت، یه حال غریبی. بعد این یکی به اون یکی میگفت چته حالات، فکر میکنی حامله شدی، نوبرش آوردی؟ اون یکی بهش میگفتش که من نمیدونم تو چرا موشک بهت بستن، نمیتونی یه دقیقه بشینی؟ ولی خیلی بامزه بود. و خب فرق میکنه دیگه، وقتی شما بدنتون استروژن بهش حمله کرده تا اینکه بدنتون تستاسترون داره توش غوغا میکنه، این دوتا با هم دیگه یکی نیستن. لذت ببرید از اینکه نوزادتون هرچی که هست، انشالله که سالم باشه و خوب باشه و پر از عشق باهاش صحبت بکنین، بهش عشق بدین، نوازشش بکنین، باهاش حرف بزنین، ازش اسمشو بپرسین و یک رابطه خیلی زیبایی با اون نوزادی که در حال رشد در بدنتون ایجاد بکنین. مرسی که ازم سوال کردین.